سلام او درناوی د افغانستان په اړه نن پریکړې څوک کوي افغانستان د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی هره ورځ وژنې روانې دي او لا هم د ناامنۍ لمبې په خورا شور او ځواک سره دوام لري خو هخوا ته بیا د سیمې له هیوادونو نیولې بیا تر غربي نړۍ په سر کې د امریکا پورې د افغانستان پر سر بېلابېلو معاملو ته کې وتلي دي په تیرو شپاړسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې څه وکړل ځینې مسایلو کې د ناکامیو یادونه کېږي هلته چې کله په واشنګټن کې اداره بدله شوې ده حتی له میاشتو تیریدو وروسته تر اوسه پورې هم د واشنګټن دریز چندان روښانه نه برېښي په وروستیو مسایلو کې یو ځل بیا هم نیټو پر دې تمرکز کوي چې افغانستان ته اضافي زرګونه سرتیري راواستول شي خو بل لور ته افغان حکومت هم د همدغې تکراري تجربې پر وړاندې د هو ځواب تر اوسه پورې ویلی دی خو مسکو لا هم د نویو فرصتونو په لټه کې دی هخوا ته له ایران سره د اډو پر جوړولو باندې توافق بل لور ته له پاکستان او دغه راز د سیمې له نورو هیوادونو لکه په سر کې چین سره د نږدې اړیکو تامینول هغه موارد دي چې ټول د افغانستان پر روانو ناخوالو څرخیږي داعش لا هم هغه پدیده ده چې نه یې تر اوسه پورې سر معلوم شوی دی او نه یې هم تر اوسه پورې تر شا موجود رمزونه او رازونه څرګند دي پر همدې مسایلو کې افغان دولت ته اوس هم مسؤلیتونه ډیر متوجه دي چې په دې ترڅ کې باید حکومت څه وکړي افغانستان کوم مسیر خپل کړي او په ځانګړې توګه مسکو چې ټاکل شوی دی یو ځل بیا هم د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه اوسیږي له افغان حکومت سره په کوم ډول ډیپلوماټیک رول کې واقع دی پر همدې مسایلو تمکیږو تر هغې مخکې لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست د افغانستان موضوع د مسکو پر میز او هغه هم د نړیوالو پر رابللو سره چې باید د افغانستان مسئلې ته یو حل لاره پیدا کړي خو افغان حکومت تر اوسه پورې له خپل اصلي متحد او ستراتیژیک همکار امریکا سره په یو داسې وضعیت کې دی چې تر ډیره پورې یې نوي حرکات نه تر سترګو کیږي او نه هم داسې لیدل کیږي چې په پایله کې د افغانستان روانه کشاله او ستونزه د یو حل تر پولې ورسیږي په همدې ترڅ کې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نه ده کړې چې د مسکو په کوربتوب په ناسته کې به چې د افغانستان په اړه ده ګډون کوي او که نه ولې دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او لا هم په څوګوني حالت کې څو مواردو ته افغانستان په یوه روښانه دریځ نه ورځي تر هغه پورې چې تر اوسه پورې شننې موجودې دي په عین حال کې د پاکستان موضوع هم ښایي د دې بحث یو برخه وي را سره په سټوډیو کې همدا شیبه د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکی عبدالمعین معین او تر څنګ سیاسي شنونکی ثواب الدین مخکخ په سټوډیو کې موجود دي تاسو ورته ډیر ښه راغلاست او ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه منل ده آقای معین حالا حکومت افغانستان واقعا در رابطه با نشستی که در مورد افغانستان برگزار میشته و همچنان باید میزبانی او را مسکو بکنه چی موقف به خود اختیار کرده و چرا مسکو تا این حد رسیده که باید در مورد افغانستان مسائل زیر بحث بگیره ولی حکومت افغانستان آنچنانی که دیده میشه در حاشیه باقی بمانه به نام خدا سلام خدمت شما مهمان گرامی و بینندگان عزیز عملکرد حکومت افغانستان بستگی داره به عملکرد روس‌ها که اخیراً در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان داشتن و حمایتشان از نیروهای مخالف افغانستان دولت افغانستان و خصوصاً طالبان این حساسیت اولین حرکت بود آقای معین معذرت می‌خوام مداخله می‌کنم اولین حرکت از همین جا آغاز شد یا قبلاً یک حرکت دیگه نیز وجود داشت که روسیه خواست با حکومت افغانستان روابط خود را بهترتر بسازه و از لحاظ دیپلماسی پیش برن ولی نتونستن چون در حکومت افغانستان گفته میشه ظرفیتی وجود نداشت ببین در سیاست خارجی افغانستان و خصوصاً دولت وحدت ملی خب همکاری منطقه‌ای جای خود داره و افغانستان هیچگاه قصد روابط تیره با هیچ کشور حسن همسایگان نداره اما خب عملکرد اخیر روس‌ها و این که تماس‌های متواتر داشتن با نیروهای مخالف افغانستان طالبان و این سیاست متعارض و متناقض دقیقاً حساسیت برانگیز بود حکومت افغانستان هم حساس شد از جانبی هم آمار و شواهدی هست که آمریکایی‌ها هم حساس شدن در قبال اینکه روزها حمایت هایی دارن از نیروهای مسلح افغانستان و خصوصا طالبان ولی قبل از این سوالی وجود دارد چرا روزها به تا
طرف طالبان رفتن و اونا را میخواین حمایت بکنن و این انتخاب رو برداشتن که باید بپیش برن. شما ببینید چون منابع تمویل کننده طالبان از او کاسته شده و دیگه او چشمه های عایداتی که از او به مصرف میکردن در قسمت مخالفت علیه حکومت افغانستان و جنگ دقیقا میشه گفت خوش شده و خوشگانیده شده. اما خب این طرف قضیه شما این بحث داعش به میان آمده و امروز تمام نیروهای جامعه بین المللی متمرکز هستند بر مبارزه علیه داعش. روس ها خب اگرچه رد میکنن که میگن ما تماس هایی نداشتیم و اگر داشتیم به خاطر حفاظت کارمندان ما بوده در داخل افغانستان، اما این خیلی برای ما منطقی نیست و ما میدانیم که روس ها دقیقاً دخالت هایی داشتن هم در شمال افغانستان متاسفانه و هم در جنوب افغانستان و روس ها به عبارت خواستن که طالبان را تمویل کنن و چنانچه تمویل هم کردن. شواهدی هم هست که روس ها در شمال افغانستان طالبان را تمویل کردن و به لحاظ نظامی و به لحاظ مالی و این حساسیت برانگیز شد و این نشان داد که این نشست هایی که روس ها به خاطر صلح در افغانستان برپا کردن متناقض است با عملکردشان در افغانستان و این حساسیت برانگیز شد و حکومت افغانستان را حساس ساخت و ما را بدبین ساخت و همچنان دوستان استراتژیک افغانستان هم نیست که همواره هشدار میدادن از این ناحیه با شواهد و مدارک دارن ادعا میکنن که بر روسا در افغانستان دارن مداخله میکنن و با نیروهای مخالف افغانستان و با طالبان در ارتباط هستند و این به ضرر منطقه خواهد بود و منافع افغانستان را به خطر مواجه خواهد کرد و مسیر و مکانیزم مبارزه با تروریسم را دقیقاً کن خواهد ساخت و در تعارض قرار داره. اینها باعث شد که افغانستان یک تعاملی داشته باشه، اما ما تا کنون هم مشخص نیست که آیا ما واقعا شرکت میکنیم یا نمیکنیم، اما یک مقدار داره درنگ شده در این قسمت یک تعاملی صورت میگیره. چرا این یک سوال است؟ چرا تا حال تعیین نشده شرکت میکنیم یا نه؟ حساسیت هاست. ما در برنامه‌ای که به خاطر صلح در افغانستان روس ها گرفتن که سه جانبه بود، افغانستان دعوت نکردن، یک حساسیتی بود که خلق شد و در این برنامه‌ای که قرار است بگیرن که افغانستان در تعامل کرده که ما شرکت کنیم یا شرکت نکنیم، این بحث برانگیزه و اون اعتمادی که ما میخواست جلب بشه بین کابل و بین مسکو سلب شد، از بین رفت. و از جانبی هم دوستان استراتژیک افغانستان و کسانی که 15 سال از افغانستان حکومت‌های افغانستان تمویل کردن دقیقاً در اینجی انتقاد کردن و دقیقاً حساسیت نشان دادن. این برای افغانستان تبعات بدی داره به خاطر اینکه ما در امر مبارزه با تروریسم گرچه با انتقادات روبرو هست، اما شریک استراتژیک با ایالات متحده آمریکا است که بیشترین کمک را به دولت افغانستان میکنه در طول این سال‌ها. اینکه ما هنوز دچار ضعف هستیم خب بحث‌های دیگری هست که ما میتونیم خب سوال اگه طوری مطرح بکنیم، امروز یک خلایی دیده میشه که مسکو از او استفاده کرده. بالاخره ما میبینیم حرکات بزرگتر، جدیتر و نوتری که در منطقه به خصوص از طرف روسیه به وجود میاد. حالا گزارش های اخیر میرسانه که مسکو و تهران به توافق نزدیک شدن که باید پایگاه های روسی در تهران ایجاد شود و مسائل دیگر هم خیلی جدید و تازه هستند. در این مورد همخلایی که به وجود آورد به خاطر فعالیت‌ها و حرکات روسیه و همچنان فرصت‌هایی که به مسکو داد چی بود اساساً؟ مشکل از کجا آغاز شد؟ ببینید روس‌ها یک دوست بسیار خوبی دارن در منطقه که ایران است، که در قضایای سوریه هم ایران دوشا دوش روس‌ها حرکت کرده و دقیقاً مسیر را باز کرده برای فعالیت روس‌ها و این کمک‌هایی که به حکومت بشار اسد میشه. در اینجا دو مسئله است. خیلی هم من خوشبین نیستم که اگر روس ها با ایرانی ها در مثلا در خاورمیانه در سوریه همکاری دارن و همکاری میگن که همکاری استراتژیک داریم، این همکاری استراتژیک بتونه که پایدار بمانه. ببینید روس ها به دنبال منافع خود و به دنبال کسب منافع و تأمین منافع در سوریه میگردن، زیاد به دولت اسد نمی اندیشن. خب در مورد افغانستان خلایی که به وجود آمد و روسیه از او میخواه استفاده بکنه، از کجا آغاز شد؟ اشتباه در کجا بود؟ بله من میخوام برگردم که رب بدم به افغانستان. خب تهران و مسکو در سوریه تا حدود ادعا میکنن که ما موفق بودیم در جنگ در برابر تروریسم، در حالی که ایران و خصوصا سپاه پاسداران متهم به حمایت از گروه های تروریستی است و بخشی از بحران تلقی میشه برای غرب و روس ها هم زیاد به فکر حکومت اسد نیستند.
و منافع خود را در دولت آینده سوریه میبینند که دولتی اگر آمد و تغییرات سیاسی در سوریه حاکم شد دقیقاً منافع روسا باید تامین بشه. برعکس اما ایرانی ها بیشتر منافع خود را در وجود اسد میبینند که اینها دقیقاً در اینج اختلافات هست که حکومت افغانستان متوجه نشد و اشتباهات را بالاخره مرتکب شد که روسیه رو گردان از افغانستان و حکومت افغانستان به خصوص و یا هم خود بازی های بزرگی که بین شرق و غرب بخصوص امریکا و روسیه جریان داره بالاخره ایجاب میکرد منافع روسیه که باید افغانستان در همین حالت نگه داره که امروز است. ببینید ما اگه یک مقدار برگردیم به زمان آقای کرزی که یک نگاه به شرق داشتن، نگاه به روسیه داشتن و دقیقاً در سالهای اخیر حکومت آقای کرزی رابطه افغانستان با امریکا بسیار تیره شد و بیشتر نگاه به روسیه و نگاه به شرق شکل گرفت که حساسیت برانگیز بود. کشاله این حساسیت ها تا حال هم هست و تبعات و اثراتش تا حال هم هست و آمریکایی هنوز شاید میخوان که اعتماد سازی دوباره صورت گیره. خوشبختانه حکومت وحدت ملی و دولت وحدت ملی با وجودی که هنوز چالش های امنیتی زیاد شده اما در امر سیاست خارجی خود موفق تر عمل کرده و در مسیر بهتر قرار گرفته، داره با تأمل پیش میره، با تأمل پیش رفتن و شفاف بودن سیاست خارجی. تأملی که با مسکو صورت گرفته باشه از طرف کابل چی بوده؟ ببینید در قسمت همین شرکت در همین کنفرانس و همین ائتلافی که میخواد در منطقه به رهبری روسا شکل بگیره، از بار اول در اواخر دسامبر 2016 کنفرانس با میزبانی مسکو برگزار شد، افغانستان حضور نداشت، حکومت افغانستان در مورد افغانستان بود. چند ماه پیش باز برگزار شد در شکل بزرگترش که به شکل ششگانه یا پنجگانهش بود و حالا هم نشست دیگری در مورد افغانستان که مسئله وسعت پیدا میکنه و حالا برمیگرده به مسائل جهانی، باز هم حکومت افغانستان رولی خیره و نقش خیره داره در این مورد. پس حکومت افغانستان که شما از تعامل یادآوری میکنین، این تعامل در کجا با مسکو با پیش بود؟ ببینید ما همزمان عضو ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا هستیم که 68 کشور در او عضو است و ما هم عضویت گرفتیم و مورد حمایت این کشورها هستیم و خصوصا ایالات متحده آمریکا و این برای ما بیشتر اهمیت داره. در وقتی شما به صورت استراتژیک به قضایا فکر کنین، این برای افغانستان بیشتر ارزشمند خواهد بود به تناسب ائتلافی که روس‌ها شکل میدن. روس‌ها گفتم بی اعتبار ساختن و حساسیت‌های منطقه‌ای را به وجود آوردن برای افغانستان و خصوصا با این دخالت‌هایی که در افغانستان داشتن، خب تماس‌ها با نیروهای مخالف افغانستان. شما قبول نمی‌کنین که حکومت افغانستان اشتباه کرده در این مورد که مسکو و و و یاری و همکاری مسکو از دست دادن؟ شما ببینید ما باید درست تبیین کنیم، ما در مناسبات سیاسی خود با کشورها خب بیشترین ارتباط استراتژیک را فعلا با آمریکا داریم. این را باید روس‌ها بدانند و ما هم دقیقاً این را نمیتونیم که کتمان کنیم و پوشیده نیست، از چشم هیچ کسی پوشیده نیست. و اما در قسمت این که ما رابطه و همکاری داشته باشیم با همسایه‌های خود و با قدرت‌های منطقه، افغانستان همواره خصوصا در همین دولتی که هست و خصوصا آقای رئیس جمهور دقیقاً تاکید کرده بر رابطه قدرت منطقه در منطقه. آقای موین، حکومت افغانستان شما فکر میکنین که این قدرت را نظرانداز نکرده و گفتن که خب شما یکسون بمانین و رفته طرف واشنگتن و همه مواردی که واشنگتن میگن دنبال کردن، بالاخره باید یک بیلانس ایجاد میشد؟ یعنی حکومت اشتباه کرد؟ یعنی خیلی کوتاه. ببینید روزها در تعارض کلی قرار دارن، هم در خاورمیانه، هم در بس از کریمه و هم در بس از افغانستان با آمریکایی‌ها. این به ما خیلی ربطی نداره برای دولت افغانستان، ولی این ربط داره که ما باید توازن ایجاد بکنیم. ما بس توازن ایجاد کردن یک بس کاملا پیچیده است که ما آیا چگونه باید توازن ایجاد ممکن کنیم؟ نبود. ببینید بحث توازن این است ممکن که ما نبود از لحاظ دستگاه‌های دیپلماتیک افغانستان کی کار شوا. شما ببینید در مناسبات که شکل میگیره در سیاست خارجی امکان وقوع تعارض هم هست. این تعارض هم بخشی از مناسبات است، ما باید بپذیریم. دقیقاً روس‌ها میفهمن که ما بیشترین مناسبات با آمریکا داریم و در اینجا شاید واکنش نشان بدن، ولی ما قرار نبود. ببینید قرار نبود که، و این برای ما قابل هضم برای دولت و مردم افغانستان قابل هضم نیست که روس‌ها به بهانه این که با آمریکایی‌ها دچار اختلاف سلیقه‌ای هستن. سپاسگزار هستیم. مخکخص اساسا نن یو خلال دل کیږي چې دا فرصت ورکې روسیه چې بالاخره دوی په سیمه کې خپل فعالیتونه ته پراختیا ورکړي او د دغو فرصتونو نه پوره ګټه پورته کړي. یادونه وشوه ل تهران سره د مسکو روسي اړیکې بیا دلته د پوځي اړو ایجاد، هغه وخت په د افغانستان سره په پوله کې د څو غونډې هوادونو سره
ورته حرکات تر سره کول پاکستان چین بیا د سیمې له نورو هیوادونو سره د نږدو اړیکو تامینول دا هغه څه دي چې د بلاکونو په معنا ده. نن د افغان حکومت دریز تاسې څنګه ګورئ؟ څه چې رامنځته کیږي د دوو قدرتونو ترمنځ او دواړه بحث کوي په اساسي نقطې چې افغانستان دی او د افغانستان حکومت دی ځای کې رول ډېر خیره او پیکه ښکاري. ولې مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو د ریان نیوز مینهوالو لیدونکو ته. ګورئ، یو اصل په بهرنۍ اړیکو کې د یو هیواد په بهرنۍ تګلاره کې چې هغه نه جبرانېدونکی دی، هغه دا ده چې په بهرنۍ اړیکو کې او بهرنۍ پالیسي کې باید ګډوډي او تشنج شتون ونه لري، بلکې واضح پالیسي کرښې، واضح تګلاره باید شتون ولري او د هغه په اساس باندې هیوادونه پر مخ باندې ولاړ شي. مونږ د اړیکو ستونزه، زمونږ د پرمختګ ستونزه، زمونږ د هیواد او د ولسونو او د خپلو پوځونو او وسلوالو ځواکونو د تجهیز ستونزه ټول له دغه ځینه ده چې مونږ هغه ستراتیژیک تړون یا هغه دفاعي تړون چې له امریکایانو سره امضا کړی ده او په تېر 14-15 کلونو کې مونږ له دوی سره کار کوو، مونږ ونه شو کولی چې روسان خو لرې پرېږده، چینایان لرې پرېږده، چې په خپل امریکایان مونږ قانع کړو. امریکا په دې باندې پوه کړو چې ته څوک یې، زه څوک یم، ستا رول په ساحه کې څه ده، زما رول په ساحه کې څه ده. هغه لوی ستراتیژیک پلان چې ته د سیمې لپاره، د جنوبي آسیا لپاره، ختیځې آسیا لپاره او د منځنۍ آسیا لپاره لرې، په هغه رول کې زما، په هغه ستراتیژیک پلان کې او په هغه ستراتیژیک سیناریو کې زما رول کوم ده، او د دغه رول د اجرا لپاره چې تا ماته مشخص کړی ده او یا یې موږ په ګډه سره لرو، زه کومه منابعو ته ضرورت لرم او دغه منابع تا د ما په واک کې راکړي دي که نه. که چېرته دغه کار مونږ کړی وای او دا مونږ ترسره کړی په موافقه توګه سره، له هغه نه وروسته مونږ په دې باندې کامیابېدلو چې دغه تشنج او ګډوډي چې نن مونږ غیر مترقبه حرکتونه په خپله بهرنۍ روابطو کې لرو. تاسې ګورئ چې یو ورځ رئیس جمهور مثلا په ډېر قوت سره د امریکایانو سره او د هغوی له متحدینو سره، که هغه په خلیج کې دي، که امارات دي، که مثلا سعودي عرب ده، او که هغه مثلا په نورو برخو کې د افغانستان، د جاپان، د بل او بل ده، د امریکایي متحدینو سره رئیس جمهور خپلې اړیکې ډېر په قوت سره او په غښتلتیا سره پر مخ وړي. له بلې خوا نه مونږ تاسې ګورو چې کله روسان را مخې ته کېږي، له روسان نهو فرصتونو نه چې مونږ ترې ګټه وانخیستلی شوله، او مونږ ونه شو کولی چې پاکستان نړیوالو ته او خصوصا امریکایانو ته وښایو چې پاکستان د پردې تر شا باندې هم له څټه په مونږ وار کوي، هم په تا وار کوي، او په دې قانع کړو چې د پاکستان هغه وزرونه دا حکومت دا یو کار کوو. که دا چې امریکا نه قانع کېږي، دا نو په خپله هغه ډرامه ده چې سړی ورته حیران پاتې شي. د افغان حکومت ډیپلوماسي بیا د مسکو سره تاسې څنګه ارزوئ؟ تاسې ویلې چې موږ بي سي کې هم د افغان حکومت ډیپلوماسي ګورو چې کمزورې وه. په دغه حالت کې موږ دغه انډول یا بیلنس چې باید رامنځته شوی او د دوو قدرتونو ترمنځ چې افغانستان ګټې پکې خوندي وي، دلته هم د افغان حکومت اساسي ستونزه وه، اساسي اشتباه حکومت کړې. آیا چې دا خلاو فرصت نن مسکو ته په لاس ورغلی دی چې باید خپل هغه ټول پلانونه او پروګرامونه اعمال کړي چې د دوی په خوښه دي؟ ګورې، ستونزه په دواړه کې، هم په امریکایانو کې، هم په افغان حکومت کې وه. لکه ما چې مخکې ویل، امریکایانو نه شو کولی چې هغه منابع چې افغان دولت ته باید ورکړی وای تر څو هغوی تروریستان، پاکستانیان، پاکستانی پناه عناصر او وروسته هغه بلاک چې د روسیې او د پاکستان او د چین او ایران ترمنځ رامنځته کېږي، هغه عناصر له منځه وسي او امکانات محدود کړي. که هغه په خلیج کې د پیسو د منابعو کمولو، که هغه په هلمند کې د تاریاکو او د مخدره موادو تولید او د هغو پیسې بیرته مثلا د طالبانو نورو ته تګو، او له بلې خوا نه مونږ ونه شو کولی چې هغه څه چې روسانو ته هم باید تفهیم کړي وای هغه هم تفهیم کړو. همدغه دلیل چې ورو ورو روسانو خپله ستراتیژي را وړاندې کړله، روسانو مستقیما په کندوز کې مداخله وکړله، روسانو مستقیما هیبت الله هیبت الله ته د کندوز او د شمالي ولایتونو د ساتلو قرارداد د داعش په مقابل کې ورک، هغوی ته مجهز وسلې ورکړي، هغوی ته پیسې ورکړي. روسیه کوي چې د ادعاو او تورونو تر حده محدود دي، ځکه هغوی په زغرده وایي چې موږ طالبان نه حمایه کوو. که ورسره مو خبرې نیولې دي، دا یو د سولې لپاره دي او دا د هغو نورو عرفونو له مخې دي چې روسیه باید په سیمه کې د ثبات رامنځته کولو لپاره وکړي. دا د دوی وروستۍ څرګندونې دي چې د طالبانو سره کړي دي، او مطلق هغه موارد چې تاسو ورته اشاره کوئ ردوي. په دغه مورد کې دا څه ډول یو توجیه کېدای شي چې افغان حکومت وایي ځکه موږ د روسیې سره